خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب واکنش ها به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران خواهیم گفت. و آزادی نظرفکا که البته انعکاس وسیعی تو روزنامه نداشت. و در ادامه برنامه نگاهی به مجموعه جدید قد و نیم قد. سلام آقای بهنوت، همونطور که خودتون هم گفتید آزادی نظر زکات در کل مطبوعات دنیا خیلی پوشش زیادی داشت، به خصوص تناقض حرفهای سخنگوی قوه قضاییه و حرفهایی که آقای زکا بعد از آزادی زدن در لبنان. بله خیلی سلام آورم، ببخشید. توی انعکاس وسیعی نداشتش توی روزنامه‌های تهران، به خاطر اینکه خب دیگه قضیه به اصطلاح عادی نبود. قضیه مثلا فرض کنید یک روزنامه‌نویس ایرانی بود، نبود. در عوض روزنامه‌نویس‌های ایران تو شبکه‌های مجازی خیلی این قضیه رو به طور جدی مطرح کردن که بالاخره کسی 4 سال به عنوان جاسوس زندان بوده، بعد در حالی که مثلا کسایی مثل کیوان صمیمی اینا زندانن. بله خیلی هم توی به خصوص حالا فضای مجازی آرزوی آزادی بقیه رو کردن، به خصوص که وقتی آقای زکا رسید به لبنان اعلام کرد که گروگان گرفته شده بوده، دادگاهش ناعادلانه بوده و در ضمن گفتش که هیچ پیش شرطی رو هم قبول نکرده و حتی گفت من از این به بعد هر پروازی به هر جای دنیا داشته باشم چک میکنم که مبادا از روی آسمون ایران رد بشم. البته غیر از اینم انتظار دیگه ای نمیرفت. قاعدتا کسی تا حالا حتی خود ایرانی ها اتفاق نیفتاده که توی همچین شرایطی قرار بگیرند و بعد از اینکه آزاد شدن غیر از این. بله میخوان شروع کنیم با روزنامه ابتکار و سرمقاله‌ای که از آقای محمد علی وکیلی انتخاب کردید که سرمقاله جالبی بود. جالبیش از جهت این استش که انگار که هر کسی به دلایل خودش ترجیح میده که یک چیزایی رو، یعنی سرمقاله روزنامه‌ای رو بگیرین و یه حرف تکراری رو که 250 مرتبه هم صدا و سیما گفته است و اون هم تکرار و تایید و تحسین گفته های رهبر، یعنی عادت عجیبی است که باقی مونده. یه نکته جالب برای من این بود که مثلا میگه که ادبیات آمریکایی‌ها به طرز معناداری تغییر کرده و سخنان آنها سرشار از اصرار و التماس برای مذاکره است. بله تمامش از همین غرورسازی‌هایی است که معمولا گفته میشه و انگار که این یه جمله‌ای که ترامپ گفت، اونم از جانب یه آدمی مثل ترامپ که به راحتی فردا یه حرف دیگه میزنه، که گفت که با خود این حکومت هم به صلاح مذاکره میکنیم و باشند و خلاصه و هرچی، حالا چرا اینقدر شادمانی شده؟ اصلا اشاره در این سرمقاله به تحریم پتروشیمی که در واقع در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن بود نشده، چون اساسش گذاشته بر همون که روسیایی به زغال موند و اینا. بعدم اصلا چیزی تموم نشده که نه. یه جریانی که هر روز در حال تموجه. پس چی رو ما تشخیص دادیم و دلش کشیدیم بیرون و یه مرتبه اینقدر عمده کردیم از آقای وکیلی بعید بود. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. آقای بهنود، ژاپن و آلمان میانجی نیستند، با کلاه گشاد آمریکا میآیند. بله این به اصطلاح نگاه ضد آمریکایی ضد خارجی روزنامه کیهان مسلط است بر روزنامه. به همین جهت هم در این هفته گذشته میشه گفت با بقیه روزنامه‌ها به طور کلی کیهان فرق داشت. کیهان هم با آلمان، یعنی وزیر خارجه آلمان، و هم با نخست وزیر ژاپن به ایران مخالف بود، در حالی که روزنامه‌های مختلف نه، بخشیشون معتقد بودن خوب فرصت خوبی است گفتگو می‌کنیم فلان این حرفا، با دید نیمه پر لیوان نگاه می‌کردن. بعضی معتقد بودن که میانجیگری نیست اصلا، ولی خوبه دو جانبه است و موقعیت خوب. خب بریم روزنامه بعدی جوان رو ببینیم، روزنامه سپاه. میانجیگری می‌ذاره کنار،
یعنی او هم کسایی است که میگه میانجیگری خبری نیست، لازم نیست، ولی میگه خب به حال ایران و ژاپن الان منهای امریکا دارن به همدیگه نزدیک میشن و یه ویژوال تینکینگ خوبه، یه نگاه مثبتی به صحنه داره. عالی. روزنامه بعدی رو بریم ببینیم، روزنامه صبح نو. ببینیم فیلم چرنوبیل که البته یه دونه فیلم هم نیست، چندین فیلمه، ولی یه سریال بهش تاکید بیشتری میشه که این عکس هم از همون سریال، قسمت آخر اون سریال هست. الان خب در همه جای دنیا سرستارا انداخته به خاطر اینکه چیزایی باز شده، به خصوص تو این فیلم. راست از زبان دروغگو، این مقدمه یک مقاله است که اون مقاله اومده شده تیتریه که علی تیتر یک عکس یک، اونم در فضای ایران که این همه خبر ریز و درشت هست این روزا. بله، چون بعد یه ادعایی هم اون تو هست که اون ادعا هم خیلی رو هواست، این که راست از زبان دروغگو، انگار معنیش این است که تو این صحنه، به خصوص این صحنه، صحنه مهمی است. اون صحنه اون موقعی است که اون دانشمندی که رفت و پیگیری کرد ماجرا رو و بالاخره با تایید نسبی گورباچوف تونستش که یه جلوی فاجعه بزرگتر رو بگیره و حقیقت رو بیرون بکشه، این تو دادگاست که داره میگه که چه اتفاقاتی افتاد با ریز. در حقیقت حکومت داشت پنهانکاری میکرد و به خاطر بافت سنتیش، ولی چون فضا دوره گورباچوف بود ذره باز شده بود، بنابراین یه سوراخی باز شد، از اون سوراخ یه ذره حقیقت تابید بیرون و همون اون باعث شد که فاجعه در حد اون اندازه‌ای که گفته میشد که 40 میلیون نفر رو چه و چه بزرگتر از نشه. به حال اینجا هم یه تحلیلی پیش کشیده که تحلیل خیلی قرص و محکمی هم با نتیجه‌گیری مشخصی نیست که الان بشه نقد یا تاییدش کرد. خب روزنامه بعدی سازندگی هست با عکس این در حقیقت دیروز سازندگی است آخر هفته که همین سفر وزیر نخست وزیر ژاپن تمام شده. این هم قدم بودن رو دیده، یه نوع دیگه شبیه همون نگاهی که روزنامه جوان کرده بود دیگه، حالا یه ذره شیرین تر از اونه، که میگه بالاخره هم قدم شده با ایران و اینا، که البته هنوز فکره، هنوز آرزوست. اصلا اتفاق مهمی بود رفتن آقای عابد به بله، ایران. بله، در حقیقت همین این رو داره گفته. بزنین راجب این تیتر این کنارم بگم، چون هنوز این ماجرای آقای نجفی واقعا میشه فهمیدش، هضمش سخته، هر جای دیگه دنیا هم اتفاق میافتاد بالاخره اینطوری نبودش که با یک دو تا با پرونده راحت شدن و بحث و پروندهم که دوباره برگشته به داد. آقای مرعشی مصاحبه کرده بود، گفته بود بزرگترین اشتباه زندگی نجفی پذیرش شهرداری بود. این حرف رو به نظر من اگر آقای مرعشی که به حال اهل سیاست دولت مرد هستش که میزنه، باید برای عموم بذاره بازتر شه. چرا در بین سمت‌های مختلفی که همش از شهرداری تهران بزرگتر بوده، هم یه اشاره‌های خیلی ریز کوچیکی کردن که در هر صورت آقای نجفی تحت فشار بودن، تهدید می‌شدن، همه اینا رو می‌گفتن، ولی خب چرا الان دارن این حرفو می‌زنن؟ چرا اون موقع نگفتن؟ اول اون موقع خب این حرف بسیار درستی است، حتی کسایی که میگن باهاش رفتیم صحبت کردیم چیز به این مهمی رو به حال الان بعدم فاش کردن. حالا ایشون میگه بعد از اینکه خودکشی به اصطلاح هتل لاله رو شنیدم رفتم، گفتم تو حتما هم درست میگن، آقای کرباسی هم تا حالا ازش غلط نشنیدیم، ولی حرف به طور کلی این هستش که این حرف رو چرا باز نمی کنید؟ چرا مثلا فرصت میدین که در همین حال کسایی میان میگن که اصلا پرونده هیچ سیاسی نیست و هیچ پرستویی هم به قول معروف روسا در کار نیست، و چرا این یعنی جویده داریم اطلاعات قطره چکونی داریم اطلاعات رد بدن؟ آقای بهنود برمیگردیم برگزیده ها و مجله ها رو با هم نگاه میکنیم، اما قد و نیم قد مجموعه تازه از برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسیه که تا دقایق دیگه ایمان بشری اینجاست تا با ما از این مجموعه تازه بگه. میخوام برای دوستان پیتزای زیتون درست کنم. این چیه؟ انگوره یا بلوبری؟ انگور که نیست، تو فکر میکنی چیه؟ فکر کنم شبیه زیتونه. درسته، زیتونه. فقط میخوایم پشتشو بتکونیم. بیچاره مارتل، حسابی آبروش رفت. اگه با دقت به این ورقی کاغذ نگاه کنین، اینا ککن؟ فکر کنم پیپی ککه. مگه کک هم دستشویی میکنه؟ کک هم دستشویی میکنن، همه حیوانو دستشویی میکنن.
یه فکر خوب به سرم زد. بیاین توست اسفنجی با لوبیای کاغذی درست کنیم. یه اثر هنری که اونقدر خوب آدم دلش میخواد بخوردش. علاوه بر این اسفنج، چیزای دیگه هم از تو کشوهای کاردستیمون میخواییم. سلام ایمان، خوش آمدی به دیدوان. همیشه بهرنگ اومده اینجا برای ما تعریف کرده، حالا خودت از بخش دوبله اومدی. بگو که اصلا چی شد بی بی سی فارسی رفت سراغ برنامه برای بچه ها؟ خب مریم، همونطوری که میدونی ما طیف بیننده هامون همیشه جوونه و بزرگ سالا بودن، من همین فکر کردیم که کودکانم به این جمع اضافه کنیم و این برنامه رو که اسمش قد و نیم قده که از پنج قسمت تشکیل میشه رو دوبله کردیم. مشغول دوبله هستیم، یه مقدارش دوبله شده آماده پخشه و بقیهش هم کارگردانه ما مشغول دوبلن. این پنج قسمت رو میتونی یه ذره توضیح بده در مورد چیا هست؟ ببین، چیزی که مهم بود برای ما اینی که فقط جنبه سرگرمی نداشته باشه و بیشتر آموزشی باشه. برای همین این پنج قسمت، یه قسمتش مثلا کلینیک حیواناته. کلینیک حیوانات به این صورته که هر هفته خانواده ها یه چند تا دامپزشک هستن که خانواده ها حیوانای خونگیشون رو میبرن اونجا و حالا بعضی موقع برای واکسیناسیون، بعضی موقع مثلا حیوان خونگی چی قورت داده، گیر کرده، به هر حال خیلی چیز جالبیه. یه قسمت دیگه‌اش آیا میدانیده که هر دفعه یه نفر بلند میشه میره حالا یا توی کارخونه‌ای که ببینیم با زبون قابل درک برای کودکان که مثلا نشون میده توپ تنیس چجوری ساخته میشه. من پسرم عاشق اون برنامه است. خیلی برنامه جالبیه. و اینکه مثلا آب گازدار چجوری تولید میشه. یه برنامه دیگه هستش که اونم خیلی برنامه جالبیه، ورزش و نرمش با کودکان که یه نفر الهام گرفته از حرکات حیوانات طبیعی، حیوانات در طبیعت، میاد هر هفته 5-6 دقیقه با بچه‌ها نرمش و ورزش میکنه. یکی دیگه هم آقای خلاق، مستر میکر، که خیلی جالبه وقتی بچه‌ها میومدن برای دوبله این تا میدیدن مستر میکره میگفتن ای پس اینم داریم دوبله میکنیم و خیلی خوشحال بودن. آخه اونم مجری خیلی محبوبیه اینجا. خیلی 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 اینجا معروفه. و باز یه قسمت دیگه هم هستش که میان برای بچه‌ها توضیح میدن که راجع به رنگ و اشکال و نمیدونم این چیز. خب اصلا تفاوت دوبله برنامه برای بچه ها با دوبله هایی که تا حالا کرده بودین که برای بزرگ سالا بوده چی بوده؟ آره خب خیلی جالبه. برای اینکه وقتی بچه ها میان برای دوبله، همونطوری که میدونین تا حالا نه سابقه دوبله داشتن نه اینکه هیچ کدومشون تا حالا حتی میکروفون دیدن پشت میکروفون، و این برنامه خب خیلی بچه داره، ما هم همیشه سعی میکنیم که از بچه ها استفاده کنیم برای دوبله بچه ها، نه اینکه بخوایم بزرگا بیان صدا سازی کنن. و این خب نسل دوم مهاجرای ما معمولا حالا چه تو ایران به دنیا اومده باشن اینجا، چه اینجا به دنیا اومده باشن، به هر حال انگلیسی درس میخونن، انگلیسی با معلمشون حرف میزنن، انگلیسی با دوستاشون حرف میزنن، و این لهجه به یه ترتیبی میاد توی خیلی فارسی به قول معروف شست رفته نداره. آره. که بعضی موقع مثل شیرینه، بد نیست، ولی به هر حال ما یه استانداردهایی داریم که برای فارسی زبونمون باید این قابل فهم و قابل شنیدن باشه. برای همین خیلی سخته که هم کارگردان باید ازش بازی بگیره، هم بعضی موقع به قول خودمون مجبوریم پینگلیش بنویسیم بخونن، بعضی هم که اصلا نمیتونن بخونن و بنویسن باید براشون بگیم و بگیم. خیلی جالبه. ولی خب درس جالب بوده. بله این کارم خب بی بی سی یه سری ترینینگ ها برای به اصطلاح کار کردن با بچه ها گذاشته که تمام کارگردان ما این دوره ها رو گذروندن و خب خیلی کمک کرد مخصوصا برای این برنامه ما. خیلی ممنون همکارم ایمان بشری از بخش دوبله بی بی سی فارسی. خب آقای بهنود، میخواین شروع کنیم از برگزیده ها؟ قبل که برگزیده بگیم یه چیزی بگم. هفته پیش موقعی که روزنامه جان صنعت رو حرف میزدیم راجع بهش، من در نقل اون عکسی که اتفاق افتاد مصاحبه آقای کدخدایی اشاره کردم، به جای پگاه آهنگرانی گفتم باران کوسری. چند تا دلیل داشت که مهمترینش پیریه،
ولی یه دلیل عمدهش که تو شب قبلش داشتم یه فیلم سینمایی از باران کوسری می‌دیدم، ظاهرا این توی پس حافظه‌ام بوده و به حال معذرت می‌خوام از دو تایشون، گرچه که در صف هم اشتباه هر دو نفر بود چون منم متوجه نشدم. البته قبلش هم ما هی داشتیم در مورد پگاه آهنگرانی صحبت می‌کردیم و هر صورت حالا خوب شد اشاره کردیم. خب بریم روزنامه شرق رو ببینیم. ببینید دو تا مقاله به نظرم از بین مقالات هفته گذشته جا داشتش که به عنوان برگزیدهای ما بشینه. یکی مقاله است که آقای ساسان کریمی نوشته تو شرق. درباره چی؟ درباره همین مسئله که ظاهرا ادامه هم خواهد داشت. درباره این مسئله روابط ایران و آمریکا. سناریوهای مختلفی که وجود داره و اینکه این شرایط شرایط حادی است، تقریبا همه پذیرفتن که یه شرایط فوق‌العاده‌ای هست، ولی در این حال راه حلاش چیه؟ به طور کلی به نظرم مقاله بسیار منطقیه، با چارچوب منطقی اومد، از این تملق‌گویی‌ها و تکرارها نداشت توش، به نظر من زوایای بدی داشت و از جمله اون چیزی که تیترش شدم اونجاییست که معتقد است که اگر مذاکره کردن و دیپلماسی ورزیدن کار درستی است که هست و در شرایط حاضرم کاربرد داره، اون وقت باید اون کسی رو که یا کسانی رو که میرن این کارو میکنن باید اختیار بنزه کافی داشته باشن. بله. یکی از خوبیای روزنامه شرق هم اصولا اینه که خیلی مقاله های به قول شما متین و وزینی در مورد ماجراها و مسائل دیپلماتیک داره. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم آقای بهنود. اعتماد مقاله داره از آقای عباس عبدین کنار داریم میبینیم، برتر از مدال های تختی. خب اینجا داره اشاره میکنه به مصاحبه‌ای که بابک تنها فرزند یا تخت یادگار او کرد در دو سه هفته پیش و در اونجا در حقیقت چون بابک تنها وارث افتخار، یک نام افتخارآمیزه، میشه گفت موثق‌ترین منبع هم میتونه باشه. به این افسانه راجع به اینکه ساواک تختی را کشته است از جمله نقل میکنه که مدیر هتل اینترکونتیننتال که مرحوم تختی اونجا خودکشی کرد، اون رو رفته یه روزی به دیدنش بعد از اینکه قانع شده که خودکشی کرده از پدرش، رفته اونجا به دیدن او و اون طفلک هم گفته که اومدی دیدن قاتل پدرت چه کار؟ گفته اومدم عذرخواهی کنم. حالا این موضوع مقاله آقای عبدیست و معتقد است که این حرکت که پاک کننده یک نوع بد نگاه کردن به قضیه بود یا نگاه غیر واقعی بود، این حرکت رو پاک کرده و این شجاعت مهمی است که آدم هایی که افتخار رو ارث میبرند به این سادگی نیستش که ممکن جامعه اصلا بخشش باور نکنه. و اونجاست که اشاره میکنه یکی از دلایلی که این پیش اومد این است که در زمانی که این اتفاق افتاد بین وسایل خبررسان به دلیل اینکه زیر سانسور شدید بودن و مردم رابطه قطع بود. و همین جا میگه که این نشون میده که چقدر خوبه که نظام در واقع آزاد اطلاع رسانی وجود داشته باشه. وقتی داشته باشه اون وقت همه مشکلاتی رو که همه ساواک این همه کار عجیب و غریب کرد اون زمان برای اینکه از ذهن مردم پاک بکنه، از اون طرف با حرف آل احمد این قضیه تبدیل به جریان روشن فکری شد، اینا همه مال موقعی است که خلأ اطلاعاتی وجود میاد. بله. یعنی حکومت مردم رو محروم میکنه از خبر و اونجا جا برای شایعه باز میشه. مطلب خوبی بود. بریم مجله مروارید رو ببینیم که واقعا یکی از مجله های درجه یک این بار در مورد مسئله به نام نقد. آره من واقعا هم از انتخاب سوژه های مروارید به نظرم خیلی خوبه و هم از نوع پرداختی که میکنه، یعنی همیشه دیدین که از اول که اومده است یه مجموعه ای درست میکنه، اول این از نظر علمی با یه مصاحبه هایی با یه مقالاتی این رو مؤکد میکنه، بعد متنوع میکنه نگاه ها رو، یعنی نگاه یه بعدی نداریم که اینو میخوایم ثابت کنیم و بریم، حتی چیزی که تیترش هست سرزمین باورهای قطعی اون هم قطعی نیست که همه اینو گفته باشن، از جمله مصاحبه آقای نمکدوست استاد رسانه و مهمتر از همه اینی که کارشناس این کار حتما، چون حالا ممکنه همه استادای این رشته هم انقدر به اندازه آقای نمکدوست حرفه‌ای کار نکرده باشن که کرده است، او اونجا حرفای خیلی جالبی میزنه درباره این که باورها به این وضعیت در اومده است به دلیل نقد ناپذیری جامعه است
و این نقد ناپذیری از کجا میاد و چقدر ریشه هاش هم بزرگتر از اون چیزی است که ما دربارش به طور کلی صحبت میکنیم. تیترش هم هست نقد در ایران تراژیک است. آره دیگه. من آقای نمکدوست انقدر نگاه معتدل و ویژه‌ای دارن. و همین جهت هم مؤثره. یعنی شما وقتی یه نگاه یه طرفه پیدا میکنی، حداقلش این است که 50% احتمال داره که آدمایی باشن که باور نکنن. وقتی که شما جامع الاطراف نگاه میکنین، جهتگیری پیشینه راجع به طرح هر مسئله‌ای ندارین، خب طبیعتاً فرق میکنه. خود پژمان موسوی سردبیرم عنوان مقالهش داده به کاریکاتور نقد در ایران، میبینین که نقد داره برای این کار. بعد تو مصاحبه احسان شریعتی شما دقت کردید، یه مصاحبه کرده با احسان شریعتی که خب مصاحبه اونم مصاحبه جالبی هست و خیلی هم مفصله. یه جایی میگه که در میان ما به جای نقد بیشتر نق وجود دارد. میگه که در واقع ما همون دو تا حرف نون و غ رو گرفتیم که نونش به معنی نفیه، تا فقط نفی کنیم یه چیزی رو، و قافش هم که غر زدنه، اما دال رو نداریم و در نتیجه مدلولش را. نقد حاصل نگاه به نقاط منفی و مثبت توامانه. و خلاصه مصاحبه بسیار جالب و خوندنی بود. مجله بعدی ناداستانه که اونم ناداستان فقط طرح روجل جالبی. بله ناداستان فقط برای اطلاع شما که دارین عکس رو نگاه میکنین، ممکن این سوال براتون پیش بیاد که خب رأی عنوانش کجاست، این مجله است باید دیده شه. ما هم میتونیم این قوره بزنیم. ببینید این وسط، اینجایی که من انگشتمو میکشم، اینجا اسمش هست، اسمش هک شده. بله. ولی اونقدر بله دیده نمیشه. بله باید دیده شه. اما بگذاریم از این، بگذاریم برسیم تو این وضع کاغذ و این وضعیت که سردبیر درست البته خودش هم توضیح میده که این ما قرار داشتیم به این که غر نزنیم بابت این کاغذ و این حرفا، و حالا حتی الانی که از حد و حدود خارج شده فشارش، هنوزم غر نمیزنیم. یه راه حلایی هم پیدا کردیم و از جمله این که اینطور میفهمم از توضیحی که دادن، باید خودمونم بریم امتحان کنیم. میگه در ناداستان.com وبلاگشون هستش، میگه در اونجا بعضی از قصه ها وجود داره که حالا اجالتاً تا قیمت کاغذ در صعود است، این بخش که اسمش هست به علاوه ناداستان، به علاوه ناداستان رو ناداستان پلاس، ناداستان پلاس رو میگه که این رو میتونن مجانی گوش کنند با گوشی. چقدر جالب. بله. وقت این داستانا این توی مجله منتشر شده. بله دیگه. اونایی که توی مجله هستش بریم. در بخش نیرنگستان از یک کتاب قدیمی محمد اوفی دو تا گزارش از شغل شیادی قرن هفتم داره تعریف میکنه که شیادا چه کارایی میکنن. دو تا مثال هم میزنه. دو تا مثال اولا خیلی شبیه همدیگه است. چون تو یکیش این هستش که یه آدم خیلی خوش سخنی هست و میشین و داستان میگه و از عرفان و از گذشت و فداکاری و اینا حرف میزنه بالای منبر، و یه کسی پیدا میشه بهش میگه خب مرد خیلی در بین مردم خوش سخن جا میفته، ولی یه روز یه کسی پیدا بالای منبرش میگه که ای آدم کشت و پدر منو کشتی فلان اینا، چی خدا آدم میندازه، و مردم به بعضی میگن نه، بعضی میگن آره، و اینا او به صدا در میاد میگه که بذارید اعتراف کنم، من راحت نیستم پیش خدای خودم برم با اینطوری، بله من در جوانی که خیلی چیز بودم و اینا اینطوری شد اینطوری شد و اشتباه کردم، این کار کردم، آمادم برای قصاص. تا او میخواد از اون بالا بیاد پایین، محبوب مردم، مردم میافتن به سر صدا که نه آقا قصاص نکنی، به اون حمله میکنن، به این حمله میکنن. او هم میگه که نه نه ای بخوام نکنم قصاص، باید پول بدین، پول جمع میکنن. بعد داستان از قرن هفتم همینطوری ادامه بعد داره. میرن، آره بعد میرن و آخر قصهش معلوم میشه که این دوتا دست به همن. نه یعنی اصلا کلش صحنه سازی بوده و بنابراین اون پولا رو دوتایی با هم دیگه تقسیم کردن. آی بهنود میتونیم خیلی کوتاه دیلمان هم نگاه کنیم؟ البته واقعا مجله بسیار خیلی خوبیه، خیلی کار مشکلی است، ولی همین قدی برای شما میگم که دیلمان منو متعجب کرد. واقعا دیلمان نشریه است که در رشت منتشر میشه. این اصولا اساس رو بر این گرفته است که نقد میکنم، بنابراین اصلا شعارش این است که ما اومدیم نقد بکنیم، ولی واقعا میتونم بهتون بگم که این نقد رو از اون بی‌معنی بودن در آورده، به خاطر اینکه تک تک مقالاتی که توش خوندم از آدمای خیلی خوبی هم هست. خیلی. یعنی واقعا تو همه بخشا حتما شما نگاه کردین دیدین تمام بخشا، از پرونده تاریخ مخفی رضا شاه
که درباره رضا شاه به عنوان یه موضوع میانی رو جلدم هست عکسش. اولا رفته با یه سری آدم های مشهور استاد دانشگاه که کسایی بدیم. که روی این موضوع هم کار کردن. آره مثلا من دیدم از آقای آبراهامیان در واقع مطلب داشت، از خانم فاطمه صادقی که اصلا کتاب دارن در مورد داستان کشف حجاب و اینا، و کلی آدمای ولی بعدم با اون آدمایی که مصاحبه کردم اونا همشون چیز دارم البته نوشته روشن فکران، ولی من ترجمه دادم بگیم اساتید دانشگاه. به هر حال با این اساتید دانشگاه صحبت کرده، همشون آدمای مهمی هستند و اونجا از اونها پرسیده که نظرتون راجع به رضا شاه بگین، و تقریبا میشه گفت 80% چون آقای سیف، آقای صادق زیبا کلام، بقیه همه به نکته‌های مثبت رضا شاه اشاره کردن. عالی. کارتون نعیم تدعیان رو هم ببینیم که به این صحبت‌های وزیر نیرو اشاره کرد، که این صحبت‌ها واقعا تمام هفته از انتقادات چه تو فضای مجازی چه غیر مجازی پر بود. دیگه وزیر نیرو گفته چینی‌ها با یک وعده غذا هم سیر می‌شوند، ما زیاد می‌خوریم. بله، طنزنویس‌ها که دلی از عزا بعد از مدت‌ها درآوردند. من در این شرایط آدم از سیاستمدارا یه ذره توقع بیشتری داره دیگه. بله، بیان سیاستمدارانه نبود به قول شما. بله. در حال ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی هستیم. راه تماسمون رو هم دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. کافیه که به آدرس بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما پیغام بذارید. یادتون نره حتما از هشتگ دیدبان استفاده کنید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی می‌کنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.